حالا فهمیدین؟ منم همینو بهتون میگم. دوتاشونم حسابی از راه به در شدن. آی مادر جون یه لحظه صبر کن. حداقل بذار بیان ببینیم چی به چیه. من بهت میگم چی به چیه. یکیشون میگه براک، یکیشون میگه نظر. دوتاشونم دنبال بهونه میگردن. بعدشم بلا نازل میشه. اومدن. بیا بیا. آخه بیا عزیزای من، کی اینجوری کتکتون زدی؟ کتک نخوردیم ولی دعوا کردیم زنداداش. اونا رو هم باید ببینی زنداداش. آی دستشون بشکنه. برای چی بشکنه؟ اگه پیداشون کنم دستاشون رو میبوسم، که پیداشون نکردم. مثل آدم عاقلم کتک نزدن. مراد فاتح چی شد؟ چرا دعوا کردین؟ ای تو روحت، از جلو چشام گم شین نبینمتون. یالا برین از اینجا. وایسا فردا ساعت 5 صبح حاضر و آماده باشین، فهمیدین؟ با کشتی شن و ماسه باید برین. هر کی اینجا نباشه رو میکشم. برین ببینم چشام بهتون نیفته. ها مصطفی چرا اینقدر داد میزنی؟ چی شده؟ یه مرتیکه مسی در مورد نظر بالا پایین حرف زده، اینا پریدن بهش. حالا من چنان بپرم به اینا؟ بگذاریم. من که گفتم دیگه نمیگم. ای بابا ثانیه خانم، اتفاقیه که افتاده تموم شد و رفت، ولش کن دیگه. بیا مصطفی بیا. طاهر من بهت چی گفته بودم؟ چی گفته بودی؟ اینجوری نگاه نکن، حواسم پرت میشه. پس چجوری نگات کنم نفس؟ طاهر میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو. یه لحظه از دهنم پرید. خب بگو ببینم چی رو. امروز به ثانیه خانوم گفتم مامان، یهویی گفتم، لابد به خاطر بارداریمه. اون لحظه دلم خواست گریه کنم، یعنی یکم احساساتی شدم. یعنی این تا آخر دوران بارداری ادامه داره. این احساساتی شدن ها خب عادیه دیگه، نه؟ آدم تو این دوره خیلی دلنازک میشه. تو میتونی تحمل کنی؟ تحمل میکنم دیگه. ممنون ممنون آقا طاهر. نفس. فردا بعد گرفتن آزمایشا میگم که دکتر یه نگاهی هم به رحم بندازه. نفس، هر روز هزار تا خانم این کارو میکنن. این چیزا دیگه تو این دور و زمونه خیلی عادی شده، همه این کارو میکنن. تو واقعا خیلی حساس بودی، اما از این حساس بودنت خوشم اومد. حساس دیگه چیه؟ این مسئله سلامتیه، سلامتی تو و بچه‌مون. بچه‌مون. بچه ما، حتی گفتنشم خیلی قشنگه. زنت حامل است. چرند نگی دختره رو ناراحت کنی طاهر، نکنی کارو. مصطفی مصطفی دارم میگم مصطفی. چی؟ تو از یه انگازه عصبانی هستی؟ آره از اونا عصبانیم. خیلی خوب دیگه، کشش نده. اتفاقیه که افتاده، به هر حال میگذره. منو نگاه کن مصطفی. دختر تو هم سوزنت رو مصطفی گیر کرده. چیه؟ چی میگی؟ چرا داد میزنی؟ باشه داد نمیزنم. خب تو هم چیز میکنی دیگه، آدمو نمیذاری راحت باشه. زیر زبونت یه حرفی مونده؟ من شوهرمو خوب میشناسم. ای خدا کمکم کن. دختر چیزی نیست، چه حرفی باید زیر زبونم باشه؟ از اون کره خرا عصبانیم. چیه مگه؟ یعنی فقط همینه؟ آره آره همینه.
دیگه میخواستی چی باشه؟ ها میدونی امروز چی شد؟ آسیه فداچم، هر چی شده به من چه؟ میخوام بخوابم، باید کله صبح بیدار بشم. تو اصلا با هم حرف نزن. در طول روز چند کلمه حرف میزنی؟ واقعا هم چه حرفی؟ فقط بچه بیدار شد، گرسنمه، لباسم کجاست؟ یعنی هیچ حرفی نداریم بزنیم. اون رمز چرا عوض شده؟ اصلا به نظرم بهتره با هم حرف نزنیم. اون رمز برای چی عوض شده؟ چه رمزی؟ چی میگی؟ چه رمزی آخه؟ نمیفهمم. بگیر بخواب دیگه ای بابا، دست از سرم بردار. میگم باید صبح زود بیدار شم. آسیه دختر، میدونی که از یانگازا عصبانیم. آسیه خدای من، ای بابا این چه وضعش آخه. صبح بخیر. پاشو آماده شو، بریم جواب آزمایشا رو بگیریم. طاهر بذار اول بیدار بشم. بیدار شدی که؟ طاهر عصبانیم نکن. بیا مامان جون، من از دست این ظالم نجات بده. صبح بخیر، من دارم میرم. کجا؟ تو ماشینم پایینم. خب به سلامت. به سلامت؟ منم بچه بودم به سلامت خداحافظ و با هم قاطی میکردم. منم پایینم، به سلامت. خدا این زنگ زده و من نشنیدم. مصطفی ای بابا. الو کاپیتان جمال. الو مصطفی، من رفتم دریا. باشه فهمیدم. ای تو روحت. ای خدا چی بگم به تو آخه مصطفی، فقط حرف بزن. کجا؟ آسیه؟ صبح خیر شیر پسر. صبح خیر داداش. صبح خیر ملت کجا؟ هنوز زوده، لابد بیدار نشدن. آه. شما میخواین بریم پیش دکتر؟ میریم داداش، میریم. منتظرم نفس آماده بشه. منو نگاه کن، نگران نباش، همه چی خوب پیش میره. خب؟ زهرم داره میترکه داداش، زهرم میترکه. میدونم پهلوون، میدونم. فکر بد نکن، همه چی خوب پیش میره. صبح بخیر آبجی. صبح بخیر داداش. ها مامان، آسیه کجاست؟ سراغ زن تو از من میگیری؟ من چه میدونم؟ آه ارنم نیست. اگه بچم نیست لابد رفته بگرده دیگه. میریم پارک مامان بزرگ. ها میریم بعد صبونه بخوریم، بعدش میریم. باشه. میتونم ماشینمم ببرم با خودم مامان بزرگ؟ البته شیر پسرم، معلومه که میتونی، پهلوونم. خیلی خوب بریم دیگه، زود باش. باشه بریم طاهر. مامان جون، مامان بزرگت رو ناراحت نکن. آبجی به خدا میسپرمت، منتظر خبرهای خوبتون هستیم. به سلامت. بالم زود باش دیگه، چیکار میکنی؟ میخواییم بریم پارک. من میرم لباسم رو عوض کنم مامان. زود باش. مرجان گوش کن چی میگم. این کار شدنی نیست. حالا هرچی مامان، دیگه برام مهم نیست.
آخه واسه چی؟ به نظرم بابام حرفامونو شنیده. به خیال خودش میخواد هر چه زودتر شوهرم بده و یه چیزایی رو روبراه کنه. اینجاشو که منم فهمیدم، اما ببینم تو چت بود؟ باشه بابا، میشه بابا. این چه حرفی بود؟ میخواستی چی بگم مامان؟ حرفایی که زدی درست بود. کلمه به کلمش درست بود. سرنوشت منم اینطوری نوشته شده. اگه بابام میگه میشه، باید سرخم کنم و قبول کنم. نمیشه. ببین نمیدونم اینا کیان و چیان. با یه جلسه خواستگاری که نمیشه اونا رو شناخت. میشه مامان. میخوام جلوی بابا تو بگیرم، نمیتونم با تو هم سر و کله بزنم. همونطور که گفتی مامان، در میزنن، خواستگاری میکنن، تو میگی بله، منم مثل تو 20 روز بعد سرمو بلند میکنم و اونو میبینم. جهیزیه دخترها سرنوشت مادرشونه. باشه، همینطور باشه. اینطوری نمیشه، این کار شدنی نیست. شنیدی چی گفتم؟ با تو هم مرجان. نمیشه، نمیذارم بشه. ماشاءالله ماشاءالله. همش میخوام هیچی نگم دخترم. آخه تو گرفتی بچه رو آوردی تا اینجا اومدی، این چه کاریه؟ آها، یعنی تو خونه یه بابامم جایی ندارم. آره؟ ای بابا، توبه کردم خدایا، من همچین حرفی زدم؟ گوشید زنگ میخوره. دیدی بابا جون، تازه فهمیده که از خونه رفتم. مرد بی تفاوتیه، خدا میدونه لابد الان زنگ زده بپرسه لباسم کجاست. نمیخوای جواب بدی؟ نه خیر. بابا مبادا زنگ بزنی. داری زنگ میزنی؟ الو پسرم، امروز چطوری؟ خانم دکتر، جواب آزمایش اومده؟ آره، همه موارد نرمال بود. یکم کمبود آهن داره که اینم بین هر 10 نفر دست کم 8 نفر کمبود آهن دارن. این کمبودو میتونیم به روش‌های طبیعی جبران کنید. یکی از چیزایی که تو دوران بارداری باید خیلی مواظبش باشید، فولیک اسیده. اونم به مقدار زیاد بخورین، مثلا مایی بخورین. همش همین؟ بله. همه چیز نرماله خانم دکتر؟ همسرتون هیجان زده است، گفته بودین بچه دومتونه. همینطوره، اما این کار همیشه گیشه. خوب شد طاهر. والا فقط یه جواب آزمایش دیدیم، خیلی هم آروم نیستم. خانم دکتر میشه بچه رو ببینیم؟ بهتر نیست رحمم یه چک بکنید؟ راستش اگه خیلی دلتون میخواد میبینیم، اما همونطور که گفتم جز رحم چیز دیگه دیده نمیشه. فهمیدم، یالا نفس. طاهر خیلی ممنونم، واقعا ببخشید. روز بخیر. خواهش میکنم. روز بخیر. روز بخیر. آسیه، بابا این چه کاری بود؟ بچه‌رم برداشته آورده؟ پسرم اول دار نزن، خب؟ از دستت عصبانی شده، دلیلش هم به من نگفت. من نمیدونم آخه با دار زدن مگه حل میشه چیزی؟ بابا من دار نزنم کی بزنه؟ این چه کاری آخه؟ آسیه! چته؟ اومدی پسرتو ببینی؟ بیا، دیدیش؟ روز شما خوش. آسیه! نزن پسرم، از دستت ناراحته، خب قلبشو شکستی. چرا؟ خب چرا سر من داد میزنی پسرم؟ شکستی دیگه، من چه بدونم آخه؟ آسیه من اینجام، تو نیای از دم در جام نمیخورم، همینجا میمونم.
روی اون نیمکت میشینم. اون نیمکت یادت میاد؟ یادت میاد یا نه؟ بگو بهم. تو کجا میری بابا؟ خداحافظ. ای بابا خداحافظ. آسیه، آسیه. نمیفهمم با کی لج میکنی؟ دکتر حوصله نداشت، گفت نمیخواد. تو هم فاری گفتی باشه. طاهر میشه آروم بشی؟ در از تو داری لج میکنی؟ سوارشو ببینم. ببین طاهر، گفتی جواب آزمایشا بیاد، اومد دیگه، چیزی نیست. اما تو چرا یه جوری رفتار میکنی انگار بوده؟ دختر من به این دکتر اعتماد ندارم، فقط میخوام سلامتی تو رو درست بررسی کنن، چیز دیگه نمیگم. که بریم یه دکتر دیگه، یه بیمارستان دیگه. چی میخوان بگن؟ همونو میگن دیگه. از کجا میدونی؟ از کجا؟ در اصل تو از کجا میدونی که میخوان یه چیز دیگه بگن طاهر؟ واقعا عجیب و غریب رفتار میکنی. باید ببخشید. اگه نفس حامله بشه، به احتمال خیلی زیاد هم خودش و هم بچه هر دو میمیرن. مهم نیست. حالا من باردارم، تو چت شده؟ نکنه تو هم بارداری؟ طاهر، منو میبری پیش ترکان خانوم؟ بهش قول دادم. ای خدا قربونت برم، نمیشه حکمت تو پرسید. ناسلامتی اینجا کار دنیزه، درست همین امروز رو پیدا کردی که آفتابی باشه دلش برام میسوزه؟ نه اگه یه بارونی میومد مثل موش خیس میشدم، اون وقت دلش برام میسوخت. به بار دیگه. Kapındaki nar mı dur? Kapındaki nar mı dur? Yanındaki yar mı dur? Yanındaki yar mı? Doğru söyle sevdum. Doğru söyle sevdum. Benden başka var mı? Kapındaki nar ise yanındaki yar ise, yanındaki yar ise, Allah belamı versin. Allah belamı versin. Senden başka var ise, benden başka var ise, Allah belanı versin. Benden başka var ise, benden başka var ise. Uy Asiyem, uy. Çiye Mustafa, çiye. ممنون. تو کجا میری؟ من میرم ببینم بچه اومدن یا نه، یه نگاهی به اونا میندازم.
اخم نکن دیگه طاهر، همه چیز رو به راهه، اینو مادرها حس میکنن. اومدی. خیلی ممنون. بیا عزیزم، بیا تو بفرما. بیا تو دخترم، خوش اومدی. ممنون عزیزم، بشین نفس سر پا وای نستا. چشمت روشن، ایشالا قسمت تو هم بشه. خب رفتین دکتر، چی گفت؟ چند هفتشه؟ نکنه به ماه رسیده دختر؟ نه چهار هفتشه، نتیجه آزمایش خونم گرفتیم، همه چیز رو به راهه. خدا رو هزار بار شکر، ایشالا سعی و سلامت بغلش کنی، ایشالا. آمین آمین. نظر چطوره؟ خوبه؟ آره خوبه. آقا جمیل هنوز عصبانیه؟ عصبانیت اون کم بشو نیست. من چایی درست میکنم. نه نمیخواد، فقط اومدم یه سری بزنم، من میرم. مگه اینطوری میشه؟ تازه ببین چی میخوام برات بیارم. نفس، اگه قبولش کنی میخوام اینا رو بهت هدیه بدم. اینا چیه؟ تو اینا رو بافتی؟ آخو پس چرا میدیشون به من؟ همینطوری بر این که وقت بگذرونم اینا رو بافتم. هدیه من به بچه‌تون. جورابا آبیه، اما اگه دختر شد. نه من نمیتونم قبول کنم. اینا رو برای بچه خودت بافتی. تو به هم قول داده بودی قوی و امیدوار باشی. امید در اصل هست، همکار و دوست بابام یه پسری داره، قراره بیان خواستگاری من. مگه نه مامان؟ تو میشناسیش مرجان؟ نه اما آشنا میشی. خب پس چرا اینا رو میدی به من؟ مال تو نزدیکه، همین امروز یا فردا سیشالله. مال منو خدا میدونه کیه. تازه اگه منم بچه دار شدم تو هدیه میدی، بی حساب میشیم. باشه لطفا اینو بگیر. Oh.
بازم خیلی ممنونم. اینا خیلی قشنگن. خوشحالم که خوشت اومده. بازم ممنون. چشمت روشن. ایشالله به سلامتی. آمین. ممنون. چیزای سنگین بلند نکنی یا. باشه. روز خوش. بزرگ ببین چقدر تونتاب میخورم. مواظب باش نیفتی. یکم آروم. یکم آروم دخترم. آرومتر. سلام مرجان. نفس رو صدا کن یه لحظه بیاد. یکم پیش رفت. کجا رفت؟ خونه. ای بابا، زنگم زدم گوشیشو بر نداشت. من نمیدونم، یکم پیش رفت. باشه، ممنونم. طاهر؟ بله. چشمت روشن. شما دارین بچه دار میشین. انشالله. ممنونم. خیلی خوشحال شدم. ایشالله زیر سایه پدر و مادرش بزرشه. آمین. میبینمت. یه چیزای کوچیک موچیکی که خودم بافته بودم و دادم به نفس. خیلی خوشش اومد. حتی عاشقشون شد. جوراب و اینا بود. یکی هم پتوی بچه هست. ممنونم. دست درد نکنه، زحمت کشیدی. خیلی وقت پیش بافته بودم. وقتی به تو فکر میکردم. زندگی دیگه. بازم قسمت خودت شد. چقدر عجیبه نه؟ راستی تو هم میتونی به من تبریک بگی. قراره با پسر یکی از دوستای بابام ازدواج کنم. چقدر خوب. همینطور نیست؟ اسمش رو نپرس چون نمیدونم. راستش هیچ اهمیتی هم نداره. اگه اسمش طاهر نباشه دیگه مهم نیست چی باشه. معذرت میخوام از این که اینا رو گفتم. تا آخر عمرم احساس پشیمونی میکنم. تا آخر عمرم هم تو رو دوست دارم. برای اینم معذرت میخوام.